168 سینی. گونه دیر نکنی. باشه ماما. ممنون. نوشه جان، حدود ساعت 9:30 میریم. تو هم میای دیگه، مگه نه؟ بیا لطفا. ممنون. خواهش میکنم آقا. تا صبحانه مخصوص. پس چایش کجاست؟ الان براتون میارم. نوش جونتون باشه. این سینی رو راست ساعت 10:30 بذارین تو فر. فعلا بذاریدش تو یخچال تا حسابی موادش به خورده هم برن. فقط 45 دقیقه باید بپزه، نه بیشتر. اینجوری خشک نمیشه. چشم خانم. مناظرم پسرم، بریم دیگه. بریم. مامان زود باش. اومدم. کمربند، اینم از دست کلیدت. کارت شناساییت هم تحویل بگیر. عکس بچگیت هم عوض کن. عوض میکنم. کیف پول، اینم از موبایلت. امیدوارم دیگه اینجا نیای. ممنون. گفته بودن که 10:30 اینجا باشی. گفتن حدود 10:30. Thank you.
امیدوارم دفعه آخرت باشه. یکم عاقل باش پسر. با کسی دیگه ای هم کل نکن. باشه؟ باشه. آفرین جوان. مرخصه. اسم؟ کوزی تکینوغلو. نام پدر؟ سامی. نام مادر؟ هندان. تموم شد. میتونی بری. متشکرم. محبتت هیچ وقت از یادم نمیره. به سلامت. حلالم کن. خدا نگهدار. برو پسرم. خوشحالم میبینمت. خدا رو شکر ماما. خدا رو شکر. تموم شد دیگه. تموم شد. بابا سامی هم که اینجاست. آره اونم اومده. زود باش دیگه. زود باش بری. سلام بابا. به خیر گذشت. آره به خیر گذشت. نمیخوایی سوارشین؟ تو بیا پیش من بشین. آه میبینم ماشین رو عوض کردین. امیدوارم خونه رو عوض نکرده باشی. صابخونه بالاخره پای ما رو کشید دادگاه. میگه بلند شید. چند سال همش دادگاه کشی داریم. میخواد اینجا رو خراب کنه، آپارتمان بسازه. این همه واسه شیرونی پزی هزینه کردیم. امیدوارم نتونه بیرونمون کنه. فعلا که همه چی سر جاشه. مطمئنی؟
اینو بگیر. بله خانم. اینجا رو خوش کن. چشم حتما. ممنون عزیزم. رسیدیم. کیفتو من میارم. سامی الان نرو مغازه، اول بریم خونه. میام حالا، شما برید. کوزی زود باش پسرم. چی شده شیشون؟ نمیدونم. به چی نگاه میکنید؟ برید خونه هاتون؟ از اینجا برید؟ کوزه! جبره نرو! کوزه! کجا میبرنه داداش؟ کوزه! کوزه! داداش! کوزه! کوزه کوزه سلام آقا. سلام بچه. خوش اومدین. چطوری پسر؟ ممنونم. شما خوبین؟ سلام. تو چطوری عزیزم؟ خوبم آقا. خیلی خوش. بریم چی زدش. چشمتون روشن آقا. آقا چشمتون روشن کوزه برگشته. خیلی خوب، برید به کارتون برسید. برید. سلام آقا، الان تموم. بیا اینجا ببینم. بگی اینا. دستت درست آقا، خدا حفظت کنه. هیچی دست نزدیم، نذاشتیم هیچکی رو تختت بخوابه. عموتینا اومده بودن اینجا ولی رفتن هتل. آفتاب گردونا رو ببین. او اینا رو به همه جای خونه از اینا چسبوندی که بگی تو دانشگاه ایتو درس میخونی؟ راست میگه پسرم، باید وسایل اضافی رو برداریم از اینجا تا واسه یک کوزه رو میز جا باز بشه. بیا اینجا ببینم. تو افتخار خانواده یه تکی نقلویی. تو زندان کلی با داداشمون پوز دادم. برم میز رو آماده کنم. مامان خیلی شلوغش نکن، نمیتونم زیاد چیزی بخورم، میدونی که. برات شیرینی درست کردم، گرمه، همونطوری که دوست داری. عشق من. نحوه خرید و مدیریت اموال و درآمد. وای
وای خیلی خوبم. اون کمد هنوز مال خودت، هرچند باید بری خرید کنی، پیرنت اصلا مناسب نیست. هتل که نبودم، تو زندان بودم دیگه. جمره، میخواستم بهش زنگ بزنم. ول کن، نمیخواد دیگه، هرچی بود دیگه گذشت. باورم نمیشه. اینو از کجا گیر بردی؟ طرف الان تو دانشگاه ماست، عکاسی میخونه. اینجوری که نمیشه. کوزه چی کار میکنی؟ بسته دیگه کوزه. باشه ببخشید، عکستونو بگیرین. اینه بچه ها میمونه. بگیر آقا. بابا مسخره بازی در نیار. برو اونور دیگه، تقصیر ماست که فکر کردیم تو آدمی. شما از ما دو نفر بگیر. باشه ببخشید، برای اینجور جاها گذاشتن دیگه. خب بگیرین دیگه. یه لحظه بدون من که نمیشه. قربونت برم، با هم میگیریم. وای که چقدر لج آدمو در میاری. گم شو دیگه، برو اون ور احمق بیشور. نه خیلی تو احمقی. شورشو در بردی کوزه، نخواستیم آقا، نمیخوام. ای بازنده ها، شما بازنده ها این کاغذ خالیا رو گرفتین دستتون، دارین باش عکس میگیرین. بازنده دیگه فکر کردی؟ نمیدونم چقدر حسودیت میشه. تو اینجوری فکر کن. چیکار می‌کنی؟ موهاشو درست کرده؟ کوزه، موهاشو درست کرده؟ نکن کوزه. عمرم اگه تو سربازی قبولت کنم. همینی که هست. امتحاناتم قبول نمیشی آقا. باشه، وقتی قبول شدم اول میام خونه شما سلام میدم. تو اول دیپلمتو نشون بده بعد حرف بزن. به چی میخندی تو؟ کوزه؟ گفتم به چی میخندی تو؟ به چی میخندیدی؟ کوزه زشته، آبرو اون میره. به چی میخندیدی تو؟ کوزه تمومش کن. هی کوزه، زدی دماغمو شکوندی. من هر ثانیه این روزا برام مهمه، هر ثانیهش. یه هفته بیشتر به امتحان نمونده، باید یه ضرب درس بخونم، اون وقت به خاطر تو باید اینجا بشینم و تنبیه بشم. میگن چرا داداشتو کنترل نمیکنی؟ چرا جلوی داداشتو نمیگیری؟ جواب همه دیوونه بازیای تو رو من باید بدم. باشه کشش نده دیگه، زودتر تمومش میکنی. از کی برم سر امتحان؟ نگاه منو، تا دوش نگرفتی اصلا نرو. بو که صفات میدی مثل میمون داری ادا در میاری. کوزه من دارم میگم امتحان دارم، تو داری دلقک بازی در میاری. باشه داداش، اینقدر کشش نده دیگه. تو آدم نمیشی داداش. داری ناراحتم میکنی. برو دنبال کارت، دست از سر من وردار. عذرخواهی کردم دیگه. بهت میگم برو دنبال کارت. داری ناراحتم میکنیم. برو اون بالا، اصلا منو خورد نکن. ناراحت میشم ها. اینقدر کشش نده دیگه. اسمال بده بیاد. بده بیاد. بیا زود تمومش کنیم، بریم امروز پولمونو بگیریم. قول بهت میدم که دیگه فردا نیای. ولی اگه بیای خیلی خوشحال میشم. شوخی کردم. برو به امتحانت برس. از جمرم عذرخواهی میکنم. باید بکنی. بذار این پولو بگیریم، براش یه کادوی خوب میگیرم. آره جون خودت، با کدوم پول؟ ببین گوش کن، پولی که از اینجا میگیریم همش میره یه راست واسه اون دوربین لعنتی. تو از پس اندازت کمکم میکنی داداشم، داداش گلم. زهر ما میمون. باز به درو دادم. طرف هنوز تو رو یادش. آخه منو میشه فراموش کرد؟ نه داداش. بچه ها بیاین صابونه بخورین.
اومدیم خوشگلم، اومدیم. او هندان خانم، اینا چیه؟ نفسم بند اومد. بشینید. دست درد نکنه، دیگه همه دوره هم جمع شدیم. راست میگه. روزای بعد دیگه تموم شد. پس شد دو تا سالاد، یه پاستای مرغ، یه کالیفرنیا، یه همبرگر، سه تا دوغ، یه نوشابه و یه آب. الان براتون میارم. یه آب میوه لطفا. چشم، میارم براتون. آیدین، یه نگاه به شماره 12 بنداز. آقا رضا، میز شماره 4 سفارش فوری داره، وقت نهارشونه. الان حاضر میکنم. فعلا اینا رو ببر. باشه. سلام عزیزم، حالت خوبه؟ خیلی کار دارم مامان. یه دقیقه بشین. نوش جونتون باشه. ممنون. یه دقیقه پیش من بشین. نمیتونم مامان، خیلی سرم شلوغه. اومدم اعلامیه رو نشونت بدم، زود میرم. ببین، به جای هنرپیشه‌های معروف دنبال شهرهای جدید هستیم. چطوره؟ ها؟ خوبه. الان پیشبندمو در میارم میریم. منو نگاه کن، اما این دفعه درست حسابی به نظر میاد. دفعه پیشم همینا رو گفتی مامان جان، ولی بعدش چه اتفاقایی افتاد؟ خب این دفعه منم باهات میام ها؟ وقت آزاد زیاد دارم. من ندارم مامان جان. خب بعد از ظهر با هم میریم. بریم دیگه. امروز چه ساعتی کارت تموم میشه؟ نمیتونم بیام، با گونه تو زمین گلف قرار دارم. نکنه میخوای توپ جمع کن بشی؟ اگه چیزی میخوری بگو برات بیارم، اگر نبرم دنبال کارم. اون بی سر و پام آزاد شده. کجا دیدیش؟ داشتن میرفتن خونه. برم بهش زنگ بزنم. جمره، اینقدر به اینا رو نده. آخه چرا نباید بهشون رو بدم مامان؟ داداش دوست پسرمه، سالهاست ندیدمش. آخه چرا اینطوری فکر میکنی؟ اونا کلاستو میارن پایین دختر. انگار غیر از اونا هیچ کسو نمیبینی. تو دنیا فقط گناهی نیست. فقط کافی یه نگاه به اطرافت بندازی. دارم نگاه میکنم مامان جان، برای همینم بیشتر دوستش دارم. خیلی خوب، بهتره که دیگه بریم، من خیلی کار دارم. بلند شو. حالا با گناهی ازدواج کنی چی میشه؟ گارسونی رو ول میکنی، تو شیرینی پزی کار میکنی. این بیکارم که آزاد شده، دیوونه ها دوره هم جمعن. آخه میدونی چیه؟ دوست بسر تو هم نرمال نیست. من شب دیر میام، نگران نباش. باشه. برو. ببخشین، دستمال سرویس بهداشتیتون تموم شده. باشه چشم، الان میگم بذارن. جمره، بیا اینو ببین، فکر کنم خیلی بهت بیاد. حتما 1750 لیر. چی؟ آه، کی میره اینم را؟ اما خیلی بهت میاد.
خب پس بخرش. میخرمش. آره جون خودت. بچه ها بریم، اینجا چیزی به درد ما نمیخوره. بریم. حتی اگه با همین لباسم بیایی بازم از همه خوشگل تری. مرسی عزیزم، به غیر از تو کسی از من تعریف نمی کنه. ببخشید خانم، یه لحظه، پول دستبندو ندادین؟ کدوم دستبند؟ حواس پرتیه دیگه، موقع امتحان کردنش یادم رفت درش بیارم، عذر میخوام، بفرمایید. پیش میاد دیگه، معذرت میخوایم، بیا بریم. زنه باورش نشد، آبروم رفت. بی خیال شدی که، بیا بریم. وقت داشتیم یه سینما هم میرفتیم. صداشو در نگیر، بیا بریم. جمره، سفارش میز 4 آماده است. اومدم. ساعت 5:30 از خواب بیدار میشیم، ساعت 6 هم پخش شروع میکنیم. میدونی که تا 4 سال پیش فقط به 3 جا پخش میکردیم، ولی الان کافی شاپ هم هستن. صبح 2 سری پخت داریم. خلاصه کارمون خیلی زیاده. آه، به کل محل سرویس میدیم، حتی تا لب ساحل همش داریم پخش میکنیم. پس یعنی میخوای بگی سرویس دهی صبح تو انجام میدی؟ آره. بعد از اونم میرم دانشگاه. بعد از دانشگاه میرم توی باشگاه گلف کار میکنم. واقعا؟ آها، پس بالاخره قاطی پولدار افاده‌ای شدی. آفرین به تو پسر. حالا کارت چیه؟ توپ جمع کنم. چی؟ توپ جمع کن. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی تو مایه‌های حمالی پولدارا دیگه. دست بردار. یعنی میرم پیش بازیکنم وای میستم، بهشون کمک میکنم، کیفشون رو نگه میدارم، ماشینشون رو میرونم. پس یعنی کیف جمع کنم شدی؟ نسخره نکن، پول خوبی توشه. برو بابا. جدی میگم. پس منم هستم. خب باشه. اگه یه اقتصاددان میتونه توپ جمع کنه چرا من نشم؟ باشه، یه روز بیا با مدیرمون صحبت کن ببینیم چی میشه. ای چقدر پول داری؟ مردونه راستشو بگو، چقدر پول داری؟ آخه واسه دانشگاهمه. آه پسر، تو اونم بورسیه میشی، چقدر پول داری؟ اونو بگو، راستشو بگو. نصفش مال منه. خیلی خوب باشه. هیچی که نخوردی؟ آه بس دیگه مامان، دیگه مشکلی نداری مگه نه؟ زخمت در چه حاله؟ خوبه خوبه، نگران نباش، زخمم دیگه کهنه شده، مشکلی ندارم. خدا رو شکر. اینم که این ساعتشو نگاه میکنه، اجازه بده بره توپاشو جمع کنه تا پول در بیاره. اما اینم یه دوش بگیرم. 4 سالی شده که روی تخت راحت نخوابیدم. میخوای یه سر بیه باشگاه؟ اونجور جاها به درد من نمیخوره. جدی میگم، حالا هوات عوض میشه. نه بهش اصرار نکن، اگه دوست نداره نیاد. هاندان خانم چی شو؟ ترسیدی برم اونجا اعتبار پسرتو خراب کنم؟ معلومه که اینجوری نیست. همیشه همینطور بوده. مامان من میرم یه دوش آب گرم بگیرم، اگه تو وان خوابم برد اصلا بیدارم نکن. باش. خیلی خوب، من دیگه برم، داره دیرم میشه. شب جمرانم با خودم میرم خونه. باشه؟ هر طور دوست داری. خیلی خوب، خدافز. خدافز. راستش نسبت به پارسال شرایط اقتصادیمون خیلی فرق کرده. چوب هفت. برای همین اول باید خون سرد باشیم تا ببینیم چی کار کنیم. کارخونه ها دارن بیشتر از حد ظرفیتشون کار میکنن که این طبیعتاً هزینه ها رو بالا میبره.
به نظر من با صبر کردنمون هم داریم وقتمون از دست میدیم هم پولمونو. شش. خوب بود. آره، حداقل تا سال جدید صبر کنیم. میشه تا اون موقع صبر کرد. خوبه، مگه نه؟ حق با شماست، ولی چیزه، یعنی بیکار نشستن هم وقتو هدر میده هم پولو. خب تو چه پیشنهادی داری؟ راستش درسته که نسبت به یه سال قبل موقعیتو خیلی تغییر دادیم، اما واسه این که بخوایم مطابقت رو حفظ کنیم نیاز داریم که از راه حل‌های دیگه هم استفاده کنیم. مثلا از یه جهت دیگه نگاه کنیم. به طور مثال رقبای قدیم ممکنه که الان بخوان دیگه با ما شریک بشن. یعنی به نظر من اجرای یه کارخونه با حد اکثر ظرفیت نسبت به اجرای دو تا کارخونه با نصف ظرفیت و رقابت سر قیمت خیلی اقتصادی تره. یعنی تو این دوران وقتی تقاضای یه همچین بازاری کم بشه، کسایی که قدرتشون با هم دیگه یکی نباشه به نظر من بازنده میشن. تحویل بگیر بابا، رقبای تو این هم به حرف انداختن. آخه دیروز کاتمان اینجا داشت گلف بازی میکرد. به عبارتی کسایی که اشتراک گذاری نمی کنن به اشتراک هم گذاشته نمیشن. کاتمان اغلو. باشه، حتما بهش فکر میکنه. زیاد رو حرفاش حساب نکن. میدونی نظراتی که این جوون میده خیلی بهتر از چرت و پرتیه که یه سری صبح تا شب تحویل من میدن. امیدوارم. ازت خوشم اومد. آفرین. آفرین. بیا اینجا. این درس و مشقت کی تموم میشه؟ هیچ وقت. بانو هم اومد. به گوشیتون زنگ میخوره. جانم. الو بابا جو، داره تموم میشه؟ نه هنوز. باشه، پس میرم آیسین یه خرید کنم. بعد میام اینجا که راجع به شب حرف بزنیم. باشه. باشه عزیزم. راستی به باریشم بگو جایی غیبش نزنه ها. نمیتونه غیبش بزنه. ونوز هم اینجا منتظره که راجع به کارهای عروسی با هم حرف. چند دقیقه پیش با برنامه‌ریز عروسیش دیدمش. باشه. میبینمتون. پس بای بای. خداحافظ. راجب تو میگفت، میگه جای غیبت نزنه. خیلی خوب. چی شده؟ با حال خوابت برده بود، گفتم لحاف بکشم رود. چرا بلند میشی پسرم؟ چهار سال همش خواب بودم. میرم بیرون یکم قدم بزنم. یکم حرف بزنیم پسرم. بعدن حرف میزنیم. میری بیرون، میخوام لباس عوض کنم. یه سر پایین به پدرت بزن. Thank you.
شما ها نمیفهمین یا خودتون رو زدین به نفهمی. این کار هر روزتونه اما هنوز یادش نگرفتین یه خورده از خودتون خجالت بکشین. بابا خجالت بکشین. دیگه تکرار نمیشه آقا. اگه تکرار بشه مثل اون الاغ میندازمتون. همگی سلام. سلام باشی. سلام. پس تو کی میخوای شروع به کار کنی؟ با تو هم. هی! از یه جایی باید شروع کنی. وقت زیادی رو از دست دادی. میخوام برم سربازی. مگه قبولت میکنن؟ قبول میکنن. خوبه، شاید اونجا آدم شی. تو که دیپلمتو نگرفتی، گروهبانت هم نمیکنن. میدونی که یه سرباز صفر میشی. میخوام برم سمت شرق، اونجا همه با هم برابرن. ببینیم چی میشه. میبینیم. با اجازه. الان کجا میری؟ هواخوری. یه دوری بزنم. باشه. برشتر. شب میبینم اتون. با کسی در نگفتی یا؟ موسیقی